بچین ریحون بچین دستات قربون. هورت دومشو که کشید برگشت گفت من اصلا نفهمیدم که 73 سالم شد، زود گذشت، خیلی زود. چشاش به عقاقیای آویزون از سردر سیزون دخته شده بود، میشد انعکاس نور رو داخل چشای خیسش دید. یه مکس چند ثانیه‌ای کرد و گفت خبری نیست آقا جان. چو کفر میبرم بر دور عالم، انگار آب سرد ریختن رو سرم. خبری نیست؟ این همه داریم میدوییم، بعد حاجی میگه خبری نیست. نمیدونستم چجوری باید این آوار رو سرم تحمل کنم. وایمیستم بالای شهر نگاه میکنم آدم ها چجوری و با چه سرعتی دارن خیابونا رو بالا پایین میکنن، داد میزنن، هرس میخورن، بدو بدو میکنن، سر هم کلا میذارن تا اصلا جلو بیافتن، دروغ میگن، پای سر هم حرف میزنن، سکته میکنن، میمیرن یا که همو میکشن. به چه راحتی. بعد حاجی میگه خبری نیست. کوس تاری وقت موی روزگار سخت، کوس تاری وقت موی روزگار سخت. آخه پس اگه خبری نیست برای چین همه بدو بدو؟ برای چین همه هرس؟ برای چی هر کاری میکنن تا از هم دیگه جلو بیافتن؟ دمدمای غروب بود، بوی خاک خیس و نرگسی مامان حاجی تو هوا پیچیده بود. حاجی پاشنه کفششو کشیده بود، داشت هورت آخر چایشو میکشید که برای اذان مسجد باشه. بلیطو توی دستام گرفته بودم و ای با خودم میگفتم بگم نگم. در دلم با خودم میگفتم حتما یه مسابقه یه چیزی هست که حاجی ازش بیخبره، حتما یه چیزی هست علی، حتما هست که ارزش این همه دوری رو داره، فقط باید تحمل کنی تا بهش برسی. اگه فقط زندگی خلاصه میشد به همین چای داغ و هندونه عصر رو تخت توی حیات آب باشی شده خونه بابا حاجی که از میونه این کوچه پس کوچه‌های تنگ و تاریک بهش میرسم، پس برای چی این همه تلاش کردم تا ازش دور بشم؟ کوس تاری بختمو ای روزگار سختمو، کوس تاری بختمو ای روزگار سختمو، کوس تاری بختمو ای روزگار سختمو، کوس تاری از برای چین همه تلاش کردم تا ازش دور بشم، اینو که از همون اول داشتم. حاجی استکان روی نلبکی گذاشت، پاشنه کفشش رو صاف کرد و آخرین تصویری که ازش دیدم محو شدنش توی تاریکی سیزان بود.